من فریدون آذربوش مشاور و مدرس مدیریت هستم و مقداری هم به کارآفرینی علاقه‌مندم، همون رشته‌ای که شما دوست دارید درش وارد بشید. از من خواستن که اگر به عنوان مشاور مدیریت نکاتی و توصیه‌ای دارم در این زمینه به شما بکنم، من هم با کمال میل پذیرفتم، برای اینکه واقعا علاقه‌مندم که سهم کوچکی در ترویج کارآفرینی در کشور داشته باشم. اول به شما جوانای عزیزی که میخواد وارد کارآفرینی بشین تبریکتون میگم، براتون آرزوی موفقیت میکنم. بعد چند نکته رو به اختصار خیلی خلاصه خدمتتون عرض میکنم که تجارب من نیست، تجارب است که در جاهای مختلف دنیا من مطالعه کردم، حالا با شما در میون بذارم. اولین نکته این است که شما وارد یک کاری میخواین بشین که با زندگی کارمندی و حقوق بگیری خیلی متفاوته. کاری است که شما در اونجا باید خودتون مستقل بشید و سرنوشت خودتون دست خودتون بگیرید. بنابراین توصیه من اینه که با خودتون به گفتگو بشینید، ببینید از خودتون سوال بکنید واقعا دوست دارید که این کار انجام بدید، واقعا چالش های این کار رو میخواید بپذیرید. این گفتگوها البته دامنش خیلی وسیع، سوالات زیادی در بر میگیره، ولی خلاصه اگر شما شیفته اون کاری که میخواید انجام بدید نباشین، شانس موفقیت خیلی کم میشه. نکته دوم این است که اطلاعات جمع کنید، بیگدار با آب نزنید. یعنی شما حتما بایستی که بدونید که این کسب و کاری که میخواید شروع کنید بازار داره، مشتری داره، رقیب داره، قیمت شما مناسبه. به هر حال تا اونجایی که امکان داره اطلاعات جمع بکنید جمع کنید. اون چیزی که امروزش میگن یه طرح کسب و کار تهیه بکنید. طرح کسب و کار ابزاری است که شما رو به کسانی که میخوان بهتون منابع مالی بدن و حتی کسانی که منابع انسانی که بخوام به شما پیوند افتاده کنن معرفی میکنه، بهتون میگه که شما چقدر آدم خوشفکر هستین، چقدر خلاق، این چقدر تحلیلگر خوبی هستین، چقدر خوب حساب میکنید و اینا همه به شما اعتبار میده. الان خیلی از جوان ها با همین طرح کسب و کار اعتبار میدن، ولی طرح کسب و کار کافی نیست. واقعا این طرح یک کاغذ بیجانیه. اون چیزی که واقعا کسب و کار موفق میکنه اون تلاش و عشق و علاقه و کوشش و مدیریت شماست. یعنی بهترین طرح کسب و کار شما دست یه فردی بدید که مدیریت نداشته باشه، خلاقیت نداشته باشه، این طرح شکست میخوره. خیلی از این طرحهایی که شکست خورده طرحهای خیلی خوبی بوده، ولی در عمل چون اون مدیریت نشده شکست خورده. بنابراین حتما شما بایستی که تمام تلاشتون رو بذارید. من خدمتتون هستم و از تجربه کارآفرینانی که من دیدم، شاید در سالهای اول اینا روزی 16 ساعت کار میکنن و قضاشون هم پشت میزشون میخورن و چون عاشق کارشون هستن، چون میخوان موفق بشن، چون برای سود وارد این کار نشدن، برای یه هدف آرمان بزرگتری از سود وارد شدن. حالا اگر شما طرحتون رو خیلی خوب تعریف کنید و خیلی خوب مدیریت کنید، باز هم وقایع محیطی تحولاتی درش اتفاق میفته که ممکن طرح شما رو به شکست مواجه بکنه. ببینید محیط منتظر من شما نمیشه، وقایع محیطی دائما در جریان هستن. به قول فرنگی ها میگن شما همیشه در کارآفرینی باید منتظر وقایع غیر منتظره باشید. ببینید شکست در اینجا یه قاعده است. کمتر کارآفرینی شما پیدا میکنید که حداقل در یک از پروژه ها شکست نخورده باشه. مهم شکست نیست، مهم این است که ما بعد از هر شکستی بتونیم ببینیم که چیکار بکنیم که دفعه دیگه به شکست نخوریم. یعنی قدرت بازتوانی خیلی مهمتر از موفقیت یک سر است. یعنی اگه شما کسانی نگاه کنید که در بیزینس موفق شدن، کسانی هستن که چندین بار افت و خیز و فراز و خروج داشته بیزینسشون، کسب و کارشون، ولی اینا قدرت بازتوانی دارن. بعد در همین زمینه یک نکته میخواستم تو میگم، اگه میتونید به خصوص کارهای فکری خلاقه رو میخواید شروع کنید، با چند نفر از دوستان موافقتون که شما قبولشون دارید، آدمای موفقی هستن، آدمای یاران موافق شما هستن، شریک بشید. ببینید در کارآفرینی انسان خیلی خودش زود تنها احساس میکنه، لحظات سخت تصمیم گیری تنهایی خیلی درد بدیه. بنابراین اگر شما چند نفر آدم خلاق داشته باشین که بشین خلاقیت گروهی بکنید و مشکلاتتون با اون خلاقیت گروهی حل کنید، احساس آرامش بیشتری میکنید. ثانیا در بحران ها انسان نیاز داره که از لحاظ روانی اونقدر تاییدش بکنن. البته شما پیدا کردن شریک خوب خیلی کار ساده ای نیست، ولی شما خیلی از شرکت های موفق در همون خود کشور ما هستن که با چند تا شریک شروع کردن و اینا با هم خیلی خوب کار کردن. یکی از
عوامل کلیدی که نتونستن با هم خوب کار کنن صمیمیتشون بوده، شناخت از هم دیگه، ولی یه عامل دیگه هم بوده و اون است که از اون اول روابط مالی بسیار روشنی داشتن. ببینید حتی اگه شما با برادرتون شریک میشید روابط مالی بسیار روشنی داشته باشید، هیچ دلیلی نداره چون مثلا از برادر شما میگیره سهم به اون نده، یا مثلا اون هزینه فرصت‌های از دست رفته سرمایه رو تأمین نکنه. بنابراین داشتن روابط مالی روشن از همون اول فایده کاره و برای این کار بایستی که شما دو تا در واقع اصل رو رعایت بکنید. اول انصاف داشته باشید. اگر سود میکنید به همین نسبت شریکتون هم در نسبت که اوورده آوردهش در سود شریک کنید و بعض وقتا باید گذشت داشته باشید. هم انصاف خوبه، یعنی انسان بدونه که دیگران هم که بهش کمک کردن باید بهره‌مند بشن، هم گذشت یعنی چیز کوچولو رو خیلی دست نذارید، فکرتون رو به مسائل بزرگتر مشغول بکنید. اگه این نکات رو رعایت بکنید که البته نکات بسیار زیادتری است که دوستان دیگه در جای دیگه بهتون گفتن، یقینا بهتون کمک میکنه، نه اینکه 100% موفق بشید ولی احتمال موفقیت شما رو بالا میبره. من به عنوان عضوی از این خانواده مشاوران مدیریت و مدرسی مدیریت واقعا از صمیم قلب برای شما آرزوی موفقیت دارم و انشالله که نام چند تا از شما رو به زودی ما در رسانه ها ببینیم که چقدر کارهای خوبی کردید.